امروز میخوام براتون راجع به پارافین ژله‌ای صحبت بکنم. این ویدیو کاملا تئوری هستش و مطالبی رو بهتون میگم که قبل از اینکه شروع به کار بکنید حتما باید بدونید تا یک شمع با کیفیت تری داشته باشیم و پارافینتون کمتر حباب بزنه، چون همونجوری که میدونید پارافین ژله‌ای کاملا مستعد اینکه حباب بزنه هستش. البته که به این نکته دقت بکنید که اینکه اصلا حباب نزنه خیلی خیلی احتمالش کمه و احتمال داره یک مقدار کمی حباب توی کار شما بمونه، ولی ما قصد داریم که با این آموزش سعی کنیم که حباب ها رو به حد اقل برسونیم. و یک نکته هم اضافه کنم، اون شمع هایی که شما توی پیج های ژاپنی یا کره ای میبینید که حالت خیلی خیلی شفاف داره رو نمیتونید خیلی با شمع‌هایی که ما با پارافین‌های خودمون درست می‌کنیم مقایسه کنیم، چون به هر حال متریالی که اونا استفاده می‌کنن و کیفیتش متفاوت هست با اون چیزی که توی دسترس ما هستش. ولی خب ما می‌خوایم سعی کنیم که بهترین چیزی رو با همین متریالی که در دسترسمون هست درست بکنیم. خب اولین نکته که باید بهتون راجع به پارافین ژله‌ای بگم اینه که برای پارافین ژله‌ای اگه بخواید خب همینجوری بی‌رنگ باشه که هیچی، ولی اگه بخواید پارافین ژله‌ایتون رو رنگی بکنید شما باید از رنگ‌های مکعبی یا رنگ‌های مایع حتما استفاده بکنید. رنگ‌های پودری رو اصلاً برای پارافین ژله‌ای استفاده نکنید، چون رنگ‌های پودری باعث میشه که پارافین ژله‌ایتون کدر بشه و این حالت شفافیتش رو از دست بده. بهترین نوع رنگ برای پارافین ژله‌ای رنگ‌های مایع هستن که خب کمتر باعث میشن که کدر بشه این پارافین شما و قطعاً نسبت به رنگ‌های مکعبی هم زدن کمتری میخوان که این باعث میشه که کمتر شمع شما حباب بده. به این نکات حتما دقت بکنید. مسئله بعدی که هستش، حالا میخوام یک سری نکات بهتون بگم که باعث میشه که شمعتون کمتر حباب بزنه. اول از همه این که خیلی مهمه که شما برای پارافین ژله‌ای ظرفی که استفاده می‌کنید یک ظرف جداگونه باشه، یعنی اون ظرفی که پارافین‌های اصلیتون رو توش ذوب می‌کنید نباشه بهتره. البته مسئله‌ای نیست اگر که اون هم باشه، ولی باید کاملاً تمیز بشه، شسته بشه تا اون رنگ های حالا پارافین به ظرفمون اصلا نمونده باشه و باعث نشه که پارافین ما حالت کدری به خودش بگیره. پس این نکته رو دقت بکنید. من خودم شخصا یه ظرف جداگونه گرفتم برای پارافین ژله‌ای و میخوام با این به صورت جداگونه کار بکنم، ولی شما اگر از همون ظرف ذوبتون استفاده میکنید به این نکته دقت بکنید که علاوه بر مدل تمیز کردن که بهتون یاد دادم باید ظرفتون رو بشورید، چون پارافین ما حالت شفاف دور داره کوچکترین چیزها حتی اگه یک ذره گرد و غبار به ظرف شما باشه توش مشخص هست. پس باید خیلی مواظب بشین ظرفی که میخواییم توش کار بکنیم حتما تمیز باشه، شسته شده باشه. البته که من پیشنهاد میدم که کلن برای همه شمعهاتون اگر جار استفاده میکنید حتما بشوریدشون و نشسته نباشه. حالا بریم سراغ نکاتی که باعث میشه که پارافین ما کمتر حباب بزنه. همه اینها رو من توی ویدیوی بعدی که براتون میگیرم و به صورت عملی با هم دیگه شمع رو درست میکنیم نشون میدم که حتما از این ویدیو استقبال کنید تا هرچه سریعتر اون رو هم بذارم. ولی اینها رو الان بهتون مثلا تئوری میگم، اینها رو حتما اگه میتونید یه جا یادداشت بکنید چون خیلی خیلی مهم هستش و اینها کاملا تاثیر مستقیم همشون داره با اینکه شمع شما کمتر حباب بزنه. اولین مسئله که باید در نظر بگیریدش برای این قضیه اینه که پارافین ژله‌ای خیلی 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 راحت حباب میگیره. پس در نتیجه ما برای اینکه این اتفاق نیفته وقتی میخوایم ذوبش بکنیم بهتره که به تیکه های کوچیک تقسیمش بکنیم. یعنی همونجوری هم که میبینید کاملا راحت با دست جدا میشه و نیازی نیستش که من با چاقو چیزی ببرمش. اینجوری به تیکه های کوچیک در میاریم و ذوب میکنیم. این کار باعث چه اتفاقی میشه؟ باعث میشه که راحت تر ذوب بشه این پارافین و نیازی نباشه که ما حین ذوب پارافینمون هم بزنیمش. هر چقدر که شما کمتر پارافینتون رو هم بزنید همون اندازه هم کمتر حباب میکنه پارافین شما. به این نکته هم دقت کنید که قبلا هم گفتم ظرف شما کاملا باید عاری از گرد و غبار باشه، چون اونها هم میتونه به هر حال باعث حباب بشه.
از وقتی هم کار میکنید و پارافین ژله‌ایتون رو گذاشین، حتما چیز زیر دستتون بذارین، چون به واسطه چربی خیلی زیادی که داره لک میندازه روی جایی که شما دارید کار میکنید. یکی دیگه از مسائلی که خیلی مهم هستش توی اینکه پارافین شما کمتر حباب بده اینه که وقتی که میخواین پارافینتون رو توی ظرفتون بریزید، باید به آرومی این کار رو انجام بدید. خیلی خیلی با سرعت کم و ملایم پارافینتون رو باید بریزید که در حین ریختن پارافینتون توی ظرف پارافین شما حباب نکنه. به این نکته حتما دقت بکنید. یکی از نکات دیگه ای که خیلی کمک کننده هست به اینکه پارافین شما حباب نکنه این هستش که وقتی که پارافین رو داخل ظرفتون ریختین، برای ظرفی که دارین توش پارافین درست میکنین دقت کنین که باید مراحل آماده سازی قالب رو حتما انجام داده باشید، که اگر نمیدونید آماده سازی قالب به چه صورتی هست حتما پست های پیج اینستاگرام رو بخونید. اونجا کاملا توضیح دادم که برای هر گونه قالب و جاری باید شما چی کار بکنید و چه مراحل آماده سازی داره، و در کل هر شمی با هر پارافینی که شما میخواین درست بکنید باید حتما اون مراحل رو رعایت بکنید که کیفیت خوبی بده کار نهایی شما. حالا وقتی که میخواین داخل ظرفتون بریزید، حتما که ظرفتون رو از قبل گرم کرده باشید، و به یک نکته که دقت بکنید اینه که وقتی که هر چقدر سرعت خنک شدن پارافین ژله‌ای شما کمتر باشه، کمتر حباب میزنه. یکی از روشهایی که به کار میبرن برای این قضیه این هستش که پارافین ژله‌ای رو وقتی که توی ظرفشون ریختن، این ظرف رو داخل یک فر از قبل گرم شده که خاموش هستش الان قرار میدن، و فر و شمع ما با همدیگه کم کم خنک میشن. اینجوری سرعت خنک شدن پارافین ژله‌ای خیلی خیلی میاد پایین، یعنی خیلی آروم آروم خنک میشه، پس در نتیجه احتمال اینکه حباب بزنه کمتر میشه. حالا همه اینا که گفتم علاوه بر اونها یه نکته هم هستش که اگر شما بخواین که توی شمعتون، توی شمعی که با پارافین ژله‌ای درست شده، از تزیینات استفاده کنید، حالا هر چی میخواد باشه، میخواین گل خشک استفاده کنید، از صدف استفاده کنید، هر تزییناتی که شما میخواین استفاده بکنید توی شمعتون با پارافین ژله‌ای باید فیکسش بکنید، چون حالا ما به چشم نمیبینیم ولی مثلا یک شاخه گل پر از هوا هستش، و وقتی که این داخل پارافین شما میره، حتی توی پارافین عادی هم وقتی میندازینش میتونید ببینید که انگار که حباب میکنه شمع شما، و توی پارافین ژله‌ای چون شفاف هستش این حباب کردن خیلی خیلی بیشتر نمود پیدا میکنه. پس چی کار باید بکنیم که وقتی که شممون رو درست کردیم پر از حباب نشه به واسطه اون تزییناتی که ما انجام دادیم؟ کاری که انجام میدیم این هستش که تزییناتمون رو فیکس میکنیم. به چه صورت؟ اینکه قبل از اینکه این تزییناتمون، حالا هر چی که میخواد باشه، رو داخل پارافین اصلیمون و شمع اصلیمون بذاریم، باید با یک مقدار پارافین ژله‌ای فیکسشون کنیم. به این صورت که مثلا اگر من یه تیکه گل دارم، یک مقدار پارافین ژله‌ای رو ذوب میکنم، توی یک ظرف دیگه میریزم، این گل‌ها رو داخل اون ظرف میکنم و کاملا همه جای اون حالا گلم رو آغشته به پارافین میکنم. کاملا باید آغشته به پارافین بشه، بعد میذاریم خشک بشه. وقتی این کار رو شما میکنید، اگر هم حبابی قراره بده به اون پارافینی که شما جدا داخلش کرده بودید، حباب میده و دیگه بعد از اون فیکس میشه، و وقتی که داخل کار اصلیتون میذارید احتمال حباب زدنش خیلی خیلی پایین میاد. پس به این نکته دقت بکنید که هر تزیینی که دارید، اصلا مهم نیست چی باشه، صدف میخواد باشه، گل میخواد باشه، هر چیزی که میخواد باشه، حتما به این روش فیکسش بکنید تا حباب زدن پارافین ژله‌ایتون رو به حد اقل برسونید. و دوباره هم تاکید میکنم اینکه پارافین ژله‌ای شما ابدا حباب نزنه یه چیز غیر طبیعیه، ولی گفتم ما میخوایم سعی کنیم که حباب زدنش رو به حد اقل برسونیم. اینا یک سری نکاتی بود که به نظر من باید قبل از اینکه شما شروع میکردیم به کار با پارافین ژله‌ای حتما میدونستینشون، و بعد از اون حالا مراحل عملیش رو با همدیگه انجام میدیم و یاد میگیریم.
به استقبالتون در آینده چند مدل چمه ژله‌ای رو با هم دیگه درست میکنیم. فقط از الان بهتون بگم چون میدونم درخواستش میشه، من چمه اقیانوسی رو براتون آموزشش رو نمیذارم، به خاطر اینکه به نظر من اینکه از صدف‌ها و شن‌ها ما استفاده کنیم برای درست کردن شم به اکوسیستم آسیب میزنه و من میخوام در حد خودم و در سهم خودم شریک نباشم توی این کار و آسیب به طبیعت. ولی خب مدل‌های مشابه رو بهتون یاد میدم که اگه خواستین خودتون درست و اگر خیلی دوست دارین آموزش اونها رو یاد بگیرید میتونید از پیج کسایی که آموزشش رو میفروشن تهیه بکنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. حتما از این ویدیو استقبال کنید، لایک و کامنت یادتون نره. اگه تا الان سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب رو انجام بدید و اگر که کلن علاقه من به شمع‌سازی هستین، پلیلیست آموزش جامعه شمع‌سازی رو توی کپشن براتون میذارم، حتما چکش بکنید. فکر میکنم که توی یوتیوب بزرگترین و جامع‌ترین آموزش های شمع‌سازی رو من داشته باشم، پس خوشحال میشم که ازم حمایت بکنید.